درود بر شما من ذهنی آرامش خودش رو در رسیدن به خواسته های نفسانی خودش میدونه افراد اگر به اهداف خودشون و به خواسته های خودشون نرسن خب دچار تشویش میشن و دچار ناآرامی میشن اگر به خواسته های خودت برسی اولا آرامش و لذت موقتی به دست میاری بعد از یه مدت دلتو میزنه و سیر میشی اشباه میشی و فرد میره سراغ یک هدف دیگه یک خواسته دیگه و به همین صورت تنوع طلب و زیاده طلب میشه وقتی هم که به اون هدف خودش برسه در واقع میشه گفتش وابسته میشه به اون و ترس از دست دادن بهش دست میده و باز هم به آرامش نمیرسه در نتیجه چه به هدفت برسی چه به هدفت نرسی در واقع به اون آرامش دست پیدا نمیکنی پس منبع آرامش کجاست منبع آرامش در درونه یعنی شما اگر از من ذهنی خارج بشی و وارد من هوشیار بشی یعنی هوشیاری تو رشد بدی در این صورت آرامش رو از درون میگیری آرامش از درون میجوشه وقتی آرامش از درون جوشید همیشه با شماست هیچ وقت شما اون رو از دست نمیدی بی خواسته میشی در این صورت از خواسته های بیرون رها میشی از وابستگی ها رها میشی دیگه شما از شغل خودت از در واقع پارتنر خودت از نمیدونم خانواده خودت از دوست خودت از همکار خودت یا از مسائل دیگه دیگه آرامش رو کسب نمیکنی از خودت کسب میکنی از درون خودت کسب میکنی بی نیاز میشی بی خواسته میشی بدون وابستگی میشی و همیشه منبع درونی همراهت هست و وقتی اینکه به نیروی درون دسترسی پیدا کنی این آرامش شما و انرژی شما رو به بالاست یعنی همیشه بیشتر میشه اینجوری نیستش که سیر بشه اشباع بشه ولی محرک بیرونی انسان رو سیر میکنه انسان رو اشباع میکنه و باعث میشه که طرف بره سراغ یک لذت دیگه دوز لذت رو ببره بالاتر و طلب میشه زیاده خواه میشه زیادی میخواد و رنج تولید میکنه پس برای اینکه آرامش رو به دست بیاری برو سراغ من هوشیار هوشیاری تو رشد بده در آگاهی و در حضور باش به نیروی درون مست شو تا آرامش رو از درون بگیری در این صورت به آرامش میتونی دسترسی پیدا کنی ورود برش